درود به شما همراهان در این ویدیو ابتدا گزارشی داریم از تصاویر منتشر شده از دو هنرپیشه زن عراقی بدون حجاب اجباری در تهران که با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و در ادامه تحلیلی بر تشابه و تضاد جمهوری اسلامی و طالبان به عنوان دو حکومت اسلامی و واپسگرا در منطقه بازیگران عراقی بدون هجاب اجباری در خیابانهای تهران ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان دهنده تفریح و گردش نریمان الصالحی و حال العادل دو بازیگر زن عراقی بدون حجاب اجباری در خیابانهای تهران است این ویدئو واکنش گسترده ی کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی را به دنبال داشت چرا که همزمان با خط و نشان کشیدن مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی برای زنان و دختران مخالف هجاب اجباری در ایران این دو بازیگر عراقی بدون هجاب در اماکن شلوغ تهران به تفریح و تردد مشغول بودند و هیچ مزاحمتی از طرف نیروی انتظامی گشت ارشاد و آمرین به معروف آتش به اختیار برای آنها ایجاد نشد لازم به ذکر است که این دو هنرپیشه زن عرب تبار با بازی در سریال آمرلی که در حال حاضر از شبکه نمایش خانگی در حال پخش است. <موسیقی> یک سامان ثبت و این مبلغ از حساب بانکی فرد کسر خواهد شد. اولا این مستقیما توسط مأمور نیروی انتظامی صورت نمیگیره سامانه ایه <applause> یعنی در دوربین که دیده میشه یا تو فضای مجازی که دیده میشه این جریمه انجام میشه آره سه میلیون جریمه میشه و بعد پیامک میره روی موبایلش که شما سه میلیون اصلا ثابت چی شد چند این شد. دلیل کسش کس اگه حسابش پول نداشت یا اون حد اقل پول لازم برای امورات زندگیش ها باید مد نظر بگیرن به خصوص کسانی که به سر سرپرست خانواده هستن گفتیم ما بقیه اون این سه میلیون کم کنیم همزمان انیس خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان مدعی شد که در نظام جمهوری اسلامی وجود حجاب اجباری برای امنیت و حفظ زنان ایرانی از تجاوز اهمیت دارد. سال هاست که رفتار دوگانه مسئولین و مقامات رژیم ایران در برخورد با موضوع حجاب اجباری به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شده است. تا جایی که نه تنها فعالین مخالف حجاب اجباری متحمل مجازات های گوناگون از جمله جریمه نقدی، شلاق و حبس شدند، بلکه حکومت هزینه های هنگفتی برای تحمیل حجاب اجباری از طریق گشت ارشاد و انواع برنامه های ایدئولوژیک و مذهبی از محل بودجه کشور صرف می کند. با این وجود چند دستگی و عدم هماهنگی دستگاه های حکومتی با یکدیگر باعث شده تا در زنگاه های مختلف این دوگانگی نموده پر پیدا کند. از جمله حضور این زنان عرب بدون هجاب اجباری در ایران و یا پروژه فیم تریپ که توسط یکی از مزدوران وابسته به سپاه به نام هدا رستمی انجام شد. در آن پروژه هدا رستمی که کاشف به عمل آمد پدر وینیز از افراد وابسته به حکومت است تلاش کرد که با برگزاری کمپین ها و دعوت از گردشگران خارجی در برنامه های خود در حالی که هجاب غیر متعارف و خلاف خواسته حکومت داشت تصویری دروغین از شرایط زنان ایران را به جهانیان نشان دهد و وانمود کند که زنهای ایرانی نه تنها محدودیتی ندارند بلکه هجاب در ایران آزاد است. با این وجود به لطف گسترش های اجتماعی و خصوصا بعد از قتل محسا امینی توسط گشت ارشاد همزمان با انتشار تصاویر اعتراضات سراسری 1401 جامعه جهانی متوجه حقیقت درباره وضعیت حقوق بشر و سرکوب زنان به بهانه هجاب اجباری در ایران شد مقایسه طالبان و جمهوری اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی ایران دو رژیم همسایند که نقاط مشترک زیادی با یکدیگر دارند از جمله رقابت در خشونت و نقض حقوق بشر مواجه بودن با تحریم های گسترده بین سرکوب خشن زنان و مخالفان و سردادن شعار دشمنی با آمریکا از طرفی روابط این دو رژیم در یک سال گذشته در زمینه‌های گوناگون از جمله در عرصه دیپلماسی افزایش یافته است دیپلومات های جمهوری اسلامی در سال 1402 در نشست های متعدد بین المللی که مقامات طالبان در آنها حضور نداشتند، کوشیدند تا جای آنها خالی نباشد و ضمن حمایت از مواضع طالبان صدای آنان نیز بودند. امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در رأس این تلاش هاست و به عنوان لابی حکومت ایران به نفع طالبان در نشست های بین المللی فعالیت می کند. او بارها از وضع تحریمها علیه طالبان و مسدود ماندن ذخایر بانک مرکزی افغانستان انتقاد کرده و مدعی شد که طالبان ثبات داخلی را حفظ و اقتصاد افغانستان را مدیریت کردند. این در حالی است که پس از دو سال و نیم سلطه این گروه بر افغانستان، آمریکا با دادن حدود سه میلیارد دلار به این کشور از سقوط بانک های دولتی و خصوصی جلوگیری کرد. از طرفی یک دیپلمات رژیم ایران در روسیه از اقدام طالبان علیه داعش ستایش کرد و گفت همکاری های امنیتی افغانستان و همسایگان در مبارزه با داعش نتیجه ارزشمندی داشته است. این دیپلمات جمهوری اسلامی در حالی ادعا کرد که داعش خراسان توسط طالبان تضعیف شده که در نتیجه حمله انتحاری دو عضو داعش در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان دست کم 96 نفر کشته و 284 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که حمله به مراسم سالگرد سلیمانی را داعش خراسان از داخل افغانستان سازماندهی کرده. این حمله مرگبار نشان داد که ارزیابی‌های های جمهوری اسلامی در مورد داعش خراسان و طالبان غلط است و داعش همچنان به عنوان تهدیدی بالقوه باقی مانده است. با این حال پرسش اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی در نشست های بین المللی از مواضع طالبان دفاع می کند به این گروه اعتماد کامل دارد یا اهداف و ایدئولوژی طالبان را خطر آفرین تلقی می کند؟ به عقیده سید احمد موسوی روزنامه نگار افغان ساکن آلمان جمهوری اسلامی به طالبان خوشبین نیست اما با حفظ روابط و گسترش تعامل میکوشد جلوی های ناشی از سلطه این گروه بر افغانستان را بگیرد. در یک سال گذشته با وجود چالش ها و تضادها روابط دو حکومت گسترش یافته است. سفرهای متعدد هیئت های دیپلماتیک طالبان به ایران، گسترش ارتباطات کنسولی دو طرف و امضای چند قرارداد در بخش های سیاسی و اقتصادی گواه این واقعیت است. حکومت ایران در برقراری ارتباط با طالبان با این حکومت به مانند دولتی مشروع و قانونی برخورد می کند و آن را به رسمیت شناخته است. اما بنابر ملاحظاتی که در سطح بین المللی مطرح است از اعلام به رسمیت شناختن طالبان خودداری کرده است همچنین در یک سال اخیر نفوذش را در جناه قندهار طالبان به رهبری ملا آخوندزاده تقویت کرده است در ماه نخست بازگشت طالبان به قدرت شبکه حقانی به رهبری سراج حقانی اختیار بیشترین نهادهای امنیتی و معادن افغانستان را در دست داشت با وجود آنکه رژیم طالبان و جمهوری اسلامی همکاری در بخش دیپلماسی و تجارت را توسعه دادند، اما این همکاریها به نظر می رسد از جانب ایران بیشتر برای دفع خطر طالبان باشد، چرا که حکومت ایران شیعی و با محوریت مقام ولی فقیه است. اما حکومت طالبان بر پایه اعتقادات و برداشت های از مذهب هنفی به رهبری شخصی به نام امیر است. از سوی دیگر دشمنی و مخالفت طالبان با زبان فارسی باعث انتقادات گسترده و خشم فراوان در افغانستان شده است. اما جمهوری اسلامی به عنوان کشوری فارسی زبان هنوز واکنشی به این اقدامات طالبان نشان نداده است. علاوه بر این ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان در سفر به ایران به کمک مترجم با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کرد این نخستین بار در تاریخ افغانستان بود که یک مقام سیاسی آن کشور در سفر به ایران به فارسی صحبت نکرد معلوم بود که اقدام وی عمدی و برای برجسته کردن نقش حاکمیت انحصاری پشتونها در افغانستان بود همچنین طالبان فقه شیعه را که در دولت پیشین افغانستان به رسمیت شناخته شده بود در دانشگاه ها تدریس می شد و در نهادهای دادگستری و قضایی از آن استفاده می شد لغو کرده و تدریس موضوعات مرتبط با مذاهب غیر هنفی را در مدارس ممنوع کرده است از طرفی حقابه ایران از رود هلمند از موضوعات مهم و چالش برانگیز دیگر در روابط این دو حکومت است از زمان بازگشت طالبان به قدرت، مقامات جمهوری اسلامی بارها از خلف وعده طالبان در عمل کردن به معاهده 1351 انتقاد کردند. در این معاهده، جزئیات حقابه ایران از رود هلمند مشخص و افغانستان به تأمین آن متحد شده است. ابراهیم رئیسی نیز در سفر به سیستان و بلوچستان در مصاحبه با رسانه ها با لحنی هشدارآمیز به طالبان گفته بود که حقابه مردم سیستان و بلوچستان را افغانستان مردم سیستان و, منطقه سیستان و بلوچستان را بدهند. ای رئیس جمهور ایران اخبار داده که او دادی ما عمله میکنیم در هلمان دو نیست که نماز لگر شریف بر شب پاک میبرم. خو اخبار نت ما میترسیم باز اینه یک بشکه در خدمت تان است منکه با اشاره به تضاد ایدولوژی که دو حکومت افغانستان و ایران و تنش آن دو بر سر حقابه رود هلمند میتوان گفت که اختلاف عمیقی میان این دو رژیم وجود دارد. اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت هر دو طرف میکوشند شباهت ها و نکات مشترکی پیدا کنند بنابراین شعار دشمنی با آمریکا یکی از این شباهت ها و نقاط مشترک است همکاری ایران با روسیه و چین به تعامل تاکتیکی طالبان با جمهوری اسلامی کمک کرده است اما برخلاف تصور بسیاری از مقامات حکومت ایران طالبان دشمن آمریکا نیست بلکه با هماهنگی آمریکا در منطقه عمل می کند همانطور که جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب و عقاید شیعی به کشورهای منطقه تلاش می کند طالبان نیز با شعار جهاد صدور تروریست به کشورهای آسیای مرکزی را در دستور کار خود دارد مقامات کشورهای آسیای مرکزی و روسیه پیش از این نیز درباره خطر افزایش افراطیگری در کشورهایشان و نفوذ گروههای تروریستی مستقر در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. همان گونه که جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی تروریستی خود در منطقه حمایت می کند و به ناامنی در منطقه دامن زده است. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید